اینجا فقط داریم یک کتابایی با شما اسنادی رو من با شما مرور میکنم چون که خودم خوندم و برای من جذاب بوده در حین مطالعات تاریخی خودم و فلسفه تاریخ خودم، چون وقتی تاریخ میخوندم دیدم که خب تاریخ چیه؟ تاریخ سری داستان دیگه، کی چیکار کرد، چی چیکار نکرد. تاریخ که علم نیست، بعضیا میگن شبه علمه. اونچه که من خودم برداشت کردم، چون من در عین اینکه مورخ هستم، دامپزشکم هستم و متخصص بیماری های تولد مثلم، بنابراین یک محققم هستم، بنابراین یک محقق علوم تجربی ام، کسی که رشته زیست شناسی رو بلده درش تحقیق بکنه، پی اچ دی داره درش. وقتی تاریخ رو میخوندم از نوجوانی علاقه داشتم، به عنوان شغل دوم، به عنوان کار دوم، دیدم که خب آره خیلی این اطلاعات من در علوم زیست شناسی و روش تحقیق در علوم زیستی، علوم طبیعی به من کمک میکنه که اونها رو به نوعی به فهم خودم از تاریخ بخورونم، ببینم که خیلی از این اطلاعات قصه است. بعد دیدم باز اطلاعاتم ناقصه، باید فلسفه بخونم، رفتم سراغ فلسفه. بعد دیدم باز باید روانشناسی بخونم، نوروساینس یا علوم مغز و اعصاب بخونم، و بعد با کتابای مختلفی آشنا شدم که در مورد مشکلات شناختی بشر بود که ما کجاها اصلا نمیتونیم بشناسیم. بعد فهمیدم که خب خیلی از مسائل ما، همه مردم در دنیا، به خاطر اینکه اطلاعاتمون کمه در خیلی از مسائل. حالا شروع کردم یه چیزایی رو خوندن، تقریبا 20 خورده ای سال هست، من 43 سالمه. اولیش اینه، حقیقت اینه که در دنیای واقعی هیچ کس در خلا کار نمی‌کنه، یعنی همه وصلن به یک زمینه، به یک بافتاری، به یک بافتار اجتماعی سیاسی، تحت تاثیر قبلن، تحت تاثیر افرادی هستند که هم زمان و هم عصر اونها. این یه نکته است، هیچ کی در خلا کار نمی‌کنه. به محض اینکه ما درک می‌کنیم همه آگاهی در سر ما قرار نداره، یعنی ما همه به همه چی اشراف نداریم، بلکه در یک جامعه به اشتراک گذاشته شده، قهرمانان ما هم تغییر میکنن. منظور از قهرمانان، قهرمانانی هستن که ما یا هر کسی به علاقه خودش در تاریخ برای خودش داره. یکی امیرکبیر رو قهرمان میدونه، یکی شخص دیگه رو قهرمان میدونه، از قدیم کوروش، داریوش، غیره و ذالک. اینجا توصیه میشه که به جای تمرکز بر افراد، اگر اینجوری بشه که ما از اون فردیت خودمون بیایم بیرون، دیگه اینقدر تمرکز زیاد رو افراد نمی کنیم، بلکه تمرکزمون رو بر یک گروه بزرگ اجتماعی قرار میدیم، یعنی اونچه که تا به حال بوده، تمام مردم، تمام اندیشه ها. نویسنده ها میگن که به جای اینکه ما بریم سراغ درک پیچیدگی ها، چون گفتیم همه چی پیچیده است حتی اگر ظاهرش خیلی ساده به نظر برسه، به جای درک این پیچیدگی ها، مردم تمایل دارن به یکی از باورهای جزمی مثلا در مورد تاریخ یا مسائل اجتماعی متوسل شن. خب تمام این برنامه‌ها و برنامه‌های مشابه، میزگردها و غیره، و دعوت از کارشناسان، کسانی که مطالبی رو خوندن، تحلیل کردن و میتونن با مردم اونا رو به اشتراک بذارن، اینه که این باورهای جزمی دستخوش تغییر بشن. شاید بعضیاشون شایسته اون اعتمادی که تا حالا ما فکر می‌کردیم نباشن، شاید هم بعضیاشون شایسته اعتماد باشن و از اون آزمون سر بلند بیرون بیان. نمی‌دونیم که چیا هست. ما در مورد تاریخ صحبت می‌کنیم. سه تا کتاب آوردم، اینا جلداش نو شده، بعدها بی جلد بوده یا جلدش پاره بوده، ولی اصل کتاب، کتاب چاپ سنگی هست، در دوره ناصرالدین شاه قاجار. این خود اصل کتاب مربوط به دوره ناصرالدین شاه است. این البته چاپ شده بعدها،
ولی من اصل کتاب دوره ناصرالدین شاه رو از کتابخانه آوردم چون تأثیرش بیشتره. این آستر و بدرقه و این حرفا که نوعه، ولی از اینجا اصل کتاب شروع میشه و این صفحه چاپسنگیه دیگه، از اینجا کتاب مربوط دوره ناصرالدین شاه. نوشته هو الله تعالی شأنه، هو الله تعالی شأنه، بله، کتاب المعاصر والآثار، تصنیف جناب جلالت مآب اجل اکرم افخم محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انتباعات با تا چاپ مثل وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی الان و دارالترجمه همایونی و در مطبعه خاصه دولتی یعنی چاپخونه دولت چاپ شده، حالا الان دقیق نمیبینم، 1306 قمری، 1313 ناصرالدین شاه ترور شده، 6-7 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه است، الان 1442 هستیم. خب این مقدمه است که شاه زمان رو تجلیل کرده، از سلطان ناصرالدین شاه قاجار و چه و چه کار نداریم، به هر حال کتاب دولت چاپ کرده، دولت قاجار در دوره ناصرالدین شاه، طبیعیه که به هر حال هدفش این بوده که تمام اقداماتی که در دوره ناصرالدین شاه انجام شده در 40 سال اول سلطنت، این به اون مناسبته، 40 سال اول سلطنت و این اقدامات مفیدی بوده، اینا رو جمع کرده. خب اگه خطاهایی هم بوده که حتما بوده که در این کتاب نیاورده، به هر حال این کتاب هم جنبه تبلیغ یا پروپاگاندای دولتی داره، ولی مطالبی که درش اشاره شده خب تقریبا همش درسته. تصویر ناصرالدین شاه رو اینجا میبینید که میرزا ابو تراب قفاری برادر بزرگ مرحوم کمال الملک کشیده است یا قلم ناصرالدین شاه است و بعد شروع کرده از فرزندان شاه توضیح دادن که شاه چه فرزندانی داره، دختراش کیه، پسراش کیه، تمام اینا رو میگه، اولاد بزرگ مثلا مرحوم نایب السلطنه عباس میرزایی که مردم هم خیلی دوستش دارن کدوم ها الان زندن، اون فرزندان اون رو میگه. میخوام به شما بگم که کتاب که توش نوشته باشه چی به چیه، اینا هم چیز جدیدی نیست در بوروکراسی دوره ناصرالدین شاه. شما اگه میخواید ببینید چه کسانی در دوره 40 سال اول سلطنت ناصرالدین شاه چه کاره بودن، این کتاب مثلا نوشته صدارت عظما، کیا صدر اعظم بودن تو این 40 سال. اول از همه نوشته میرزا تقی خان امیر اتابک اعظم، مرحوم امیر کبیر، از کی تا کی. بعد میرزا خان نوری از کی تا کی، سالاشو نوشته همینجوری بیا تا سالی که این کتاب چاپ شده، 1306 قمری. وزارت جنگ کیا بودن؟ وزارت عدلیه، ببینید لیست وزرای عدلیه ایران، باز مردم غیر متخصص تصور میکنن که دادگستری چیزیست اختراع دوران رضا شاه و قبل از اون همجا هرکی به هرکی بوده. قبل از اون محاکم شهر داشتیم که روحانیون به عهده میگرفتن، دادگستری هم مثل امروز داشتیم که محاکم تجاری و اینها و اختلافات تجار خارجی و داخلی اینها رو رسیدگی میکرد دیگه. بنابراین سیستم وجود داشت، نظام وجود داشت. پدر جد من که عموی پدر من میشه، میرزا علی خان فخیم الدوله کسروی، البته ایشون به اون موقع خودشو علی عادل میدونست، فامیل دارن کسروی عادل، اون موقع آل عادل میگفتن به اونها، ایشون رئیس محکمه بازار بود. اداره خزانه عامره، وزارت دفتر استیفا، یعنی وزارت مالیه، استیفای حقوق دولته چون درآمد نفت که نبود، همش مالیات ها بود دیگه. اداره دفتر لشکر، لوجستیک، وزارت دول خارجه و ملل مختلفه داخله. وزارت خارجه در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شده. وزارت تجارت، اداره مدرسه مبارکه دارالفنون که از اقدامات امیرکبیر بود، ولی خب فوت کرد ایشون، کشته شد و بنابراین بعدش خود ناصرالدین شاه حمایت کرد و مدرسه جمع نشد که. وزارت صنایع، ببینید اصل کتاب چاپسنگی رو من آوردم که
هیچ دیگه بحث و حدیثی توش نباشه دیگه. کتاب مشهوری، اهل تاریخ میشناسن. اداره صندوقخانه که اتفاقا جنگ جد من فخیم الملک، پدر اون فخیم الدوله، مدیر صندوقخانه بود در دوره مظفرالدین شاه. ریاست تفنگداران خاصه و صرف جیب مبارک، یعنی پول تو جیب شاه که گفتن پدر مرحوم داور دوره مظفرالدین شاه تو این اداره بود. کلولی خان خازن خلبان. اداره انطباعات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی که الان میگیم چاپ و اینها، حالا خواجه باشی کی بوده، قهوه‌چی باشی کی بوده، تمام طباخ نقاش باشی کی بوده، نوشته میرزا ابوالحسن خان کاشانی ثنی الملک اولین نقاش باشی، دومی میرزا محمد خان کاشانی، هنوز اینجا لقب کمال الملک نگرفته. ریاست قورخانه، قورخانه یعنی چی؟ یعنی جایی که مهمات میسازن. بعد که اینا رو توضیح داده رفته سراغ ایالت ها، یعنی حکام ایالات رو توضیح داده. کیا بودن؟ حکام تهران مثلا کیا بودن از اول تا سال 40؟ ببینید کلانتران دارالخلافه تهران، تمام شهرها از دوران قدیم در ایران لقب داشتن، تمام شهرها و در روز سکه هم هست. کاشان دارالمؤمنین، دارالسرور بروجرد، بروجرد دارالسرور. باز ببینید زنجان دارالسعاده، ایالت کردستان، لرستان، تبرستان، مازندران، قزوین، دارالعباده یزد. بعد باب ششم اتفاقاتی که افتاده خواسته بگه که بسیاری از شورش ها در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق افتاده و ناصرالدین شاه تونسته اینا رو سرکوب بکنه و بنابراین دوباره نقش داشته باشه در تمامیت حفظ تمامیت ارضی ایران. تمام شورش ها رو اینجا نوشته چه شورش هایی در دوره ناصرالدین شاه اتفاق افتاده، از جمله آویختن سید علی محمد باب علیه اللعنه. پس اگر ما میگیم که برقراری نظم داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و فرو خواباندن هرج و مرج چیزی است که به حق مردم، علما و رجال در اوایل سلطنت، در شروع سلطنت رضا شاه طرفداری می‌کردند و به همین دلیل از ایشون هم حمایت کردند، به خاطر همون نعمتان مجهولتان و صحت الامان. همین اتفاق در دوره‌های بسیار قبلم تکرار شده دیگه. به حال این ایران که به دست ما امروز رسیده بارها در معرض این خطرات بوده. میگه چه عمارت‌هایی در اون دوره ساخته شده، بناها چی بوده، همینجور میگذره دیگه. راه‌ها چی کشیده شده، چه چیزایی نو اومده، مثلا افتتاح چراغ گاز اولین بار در دوره ناصریه، امتداد تلگراف همینطور، راهن، شمندوفر، زبان فرانسه، شمندوفر یعنی راهن. ببینید راهن هم باز از افتخارات ما دوره پهلوی میدونیم، در حالی که اولین تلاش‌ها قبلا گفتم در دوره ناصرالدین شاه بوده، اولین خط در دوره ناصرالدین شاه بوده، خطهای دیگه هم اتفاق افتاده ساخته شده، از جمله خطی در تبریز و جلفا، فیلمش هم موجوده، افتتاحش با کمک روسا کشیده شده، و راهن تهران به شاه عبدالعظیم الحسنی هم که هست و به ری هم. بنابراین اینم افکارش در دوره رضا شاه شکل نگرفته، از قبل میخواستن، مردم میخواستن، دولت اینو، رجال اینو میخواستن. امتداد تلفن، اولین خط تلفن در دوره ناصرالدین شاه، ترویج علم و عمل عکس، عکاسی اومده، تصحیح علم تاریخ، اینها هم ادعا میکنن که اون تاریخ قبلی یه مقدار اسطوره‌ای بوده، ما بر اساس
شواهد و سکه و چه و چه که واقعا هم هست، اعتماد سلطنه در زمینه زیاد کار کرده. ایجاد پست چند سال بعد از اینکه اولین تمرها در دنیا چاپ شده، ما اولین تمرهای ایران رو داریم. من این اتفاقا آوردم ببینید اینا اولین سری تمر در ایران دقیقاً چند سال کوتاه بعد از اولین سری تمر در دنیا هست. این چهار تا تمری که اینجا میبینید 1247 خورشیدی اولین سری تمر ایران شیر و خورشیدی بیدندانه معروف به باغری یا بار. ببینید اینها، این تمره، ببینید ایناش، این تمر. اصلاح کلاه، چون کلاها در دوره اوایل قاجار خیلی بلند بود، هی ناصرالدین شاه کلاها رو برای صرف جویی در پوست و اینها هی کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر کرد. منظور اینه. حالا ببینید اصلاح کلاه باز از موضوعاتی که مربوط به دوره رضا شاه، یعنی ما کلاه پهلوی رو داریم که در واقع تقلیدی بود از سیستم پلیس فرانسه اگه اشتباه نکنم، که همون شبیه کلاه قاجار بود که استوانه است و یه نقاب داره فقط دیگه، و این حساسیتی هم ایجاد نکرد در بین مردم، در بین علما و غیره. اما بعدن که کلاه شاپو رو خودش جایگزین کلاه پهلوی کرد، اون قضاای مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد. ایجاد دادگری حضوری، یعنی در حضور خود شاه قضاوت کنه آقا کسی حقش. ببینید دادگری، باز شبیه دادگستری، ببینید همه اینا سابقه داره، همه اینا قدیمه، حادث نیست که بگیم ناگهان دوره رضا شاه شسی شب خوابید صبح بلند شد اینا رو درست کرد. برید دیگه تا ته دیگه، من اینا رو ادامه نمیدم، ولی خواستم ورق بزنم که به شما بگم که این حرف نیست، سند وجود داره براش. خب پس الان بحثمون سالنامه ها بود که نشون بدیم که تشکیلات اداری و دایره دولت در دوره قاجار به چه صورت بود، و هدفمون اینه که اگر خوانندگان و بینندگان و شنوندگان برنامه ها یا کتاب ها تصور میکنن که بوروکراسی چیزی بود که در دوره رضا شاه به این مملکت اضافه شد و ایجاد شد، خیر، بوروکراسی از دوره قدیم، از دوره صفویه هم بود، قبلش هم بود، در حکومت عباسیان هم بود، در ایران پیش از اسلام ساسانی ها هم داشتن، برای این بوروکراسی چیز خلق السائه نیست. دانشگاه در ایران سابقه کهن داره. ما گندی شاپور یا جندی شاپور رو در دوره ساسانی داریم که محل اجتماع علما بوده، علمای معنی کلی و عالمان مختلف، نه علمای فقهی که از یونان می اومدن، از روم می اومدن و یه مرکز دانشگاهی مهمی بوده. بعد از اسلام ما در دوره ایلخانان ربع رشیدی رو داریم، باز در همون قرنها نظامیه بغداد رو داریم که نظامیه ها رو داریم که به اهتمام خواجه نظام الملک است، در دوران سلجوقیان و حکومت سلجوقیان، خواجه نظام الملک، وزیر سلجوقی، وزیر بزرگ ایرانی، چندین دانشگاه درست کرد که شعبه داشتن. دانشگاه آزاد که میگه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، شبستر کجا، مثلا اهواز غیره، اون موقع هم یک نظامیه در بغداد بود که در اصطلاح امروز میگیم پردیس، پردیس اصلی بود، و نظامیهای مختلف، نیشابور کجا کجا، حدود 11 12 تا فکر میکنم ما نظامیه داشتیم، اگه اشتباه نکنم شاید هم 13 تا. خوشبختانه این رو باید گفت که بنا به مستندات غیر قابل انکار، دانشگاه در ایران وارداتی از غرب نیست، بلکه دانشگاه در تاریخ ایران ریشه داره و ریشه سنتی داره، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، و مدارس دینی. زمان شاه، زمان صفویه، شما ببینید چقدر ما مدارس دینی داریم. حوزه علمیه یعنی چی؟ دانشگاه دیگه، شاه خودم که نداره که، دانشگاه است. Thank you.
منتها اولین دانشگاهی که به سبک مدرن غربی تأسیس شد در ایران دارالفنون هست. یعنی دارالفنون رو اکثر مردم فکر میکنن مدرسه است. بله مدرسه هم بود ولی کالج هم بود. در واقع هم مدرسه بود هم کالج بود. چرا؟ چون رشته طب داشت. پزشک تربیت میکرد. عموی پدر من که پسر همون فخیم الملک باشه، میرزا محمود خان دکتر یا دکتر محمود خان کسروی، ایشون در دوره مظفرالدین شاه دانشجوی دارالفنون بوده. 22 سال نوشته توی اسناد پزشکی اون دوره، دوره محمد علی شاه، نوشته که 22 سالشون تحصیل کرده. منظور از 7 سالگی که رفته مدرسه تا پزشک شده 22 سال. خب یعنی هم مدرسه‌ش اونجا بوده هم دانشگاهش اونجا بوده و هم چسبیده. بلکه این کالج دارالفنون یک مدرسه کالج بود. رشته نظامی داشت، رشته السنه یا زبانهای فرنگی رو داشت، انگلیسی، فرانسه به خصوص، آلمانی هم مثل که یه موقعی داشت، اشتباه نکنم، مطمئن نیستم، و رشته توپخانه و جنگ داشت، چیزهایی که اون موقع لازم میدونستن. چرا توپخانه؟ به خاطر اینکه همون شکست ایران از روسیه. یعنی بعد از این شکست ایران متوجه شد که ما مشکلمون تفوق نظامیه دیگه، ما ضعف داریم توی نظامی، و به همین دلیل شروع کردن فرستادن که علوم جدید نظامی رو یاد بگیرن. معلم خارجی آوردن، معلم توپخانه از اتریش از جای دیگه آوردن که در دارالفنون درس میداد. پس رشته های این گونه داشت، نقاشی داشت، رشته هنر داشت و استادهای نقاشی در دارالفنون بودن. اون موقع کسی مدرسه دبستان فارغ التحصیل نقاشی نمیشد، در واقع هنرستان رفته بود خونده بود. در نهایت هم مدرسه نقاشی دارالفنون بود و مدرسه نقاشی کمال الملک ثنای مستظرف هم اومد که بعد این مدرسه دوم شد پایه دانشگاه، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دیگه. در واقع یه چنین رشته‌ای به هم وصله. ابتدا مدرسه نقاشی و ثنای لطیفه در دارالفنون که نقاشی و اینها درس میدادن، دانشگاه بود در واقع، و بعد مدرسه ای که مرحوم کمال الملک رئیسش بود که باز دولتی بود، مدرسه ثنای مستظرف زیر نظر وزارت معارف بود، و بعدش هم که شد دانشکده هنرهای زیبا که تا به امروز هم پابرجاست. بنابراین این در سنت های ما ریشه داره. ولی همین هم به هر حال محدود میکردن دیگه. یعنی اینجا مخرج سلطنه اشاراتی میکنه که رشته های صنعتی دیگه زیاد تو دارالفنون نبود و ایشون فکر میکنه نکنه که نمیخواستن. یعنی مداخلاتی از قدرت های بیگانه بود که بقیه شاخه های دانشگاهی که مربوط به صنعت هست اینجا خیلی رشد نکنه. ولی تا اونجایی که میشد زورشون رو زده بودن، چه رجال و چه رجالی که شاه رو به حمایت خودشون میکشوندن. در دوره مظفرالدین شاه مدرسه علوم سیاسی رو داریم که همین دانشگاهی که الان دانشگاه سیاسی پایش اونه دیگه، مدرسه علوم سیاسی رو داریم که این مدرسه به معنی دانشگاه است. همین الان در زبان انگلیسی مثلا بعضی از دانشگاه‌های مهم دنیا اسمشون اسکوله. مثلا دانشگاه فرض کن در امریکا هست، مثلا اسکول آف مدیسین، مدرسه پزشکی، منظور دانشکده است. مدرسه بیتاری، یعنی رشته دانشگاهی من که دامپزشکی، مدرسه بیتاری ژاندارمری از سعودی ها خواسته بودن افسران دامپزشک بیارن که هم افسران هم طبیب دامپزشکن. باطر اسب دیگه، نظام به اسب بود دیگه بخش زیادیش، که اینا بیان اسبا از بین نرن، اسبای ارتش و نظام از بین نره. و این مدرسه بود که سعودی ها درست کردن، چون خوشنام بود. سعود هم در مداخلات در داخل بازی های ابرقدرت ها مستقیم که نبود، رفته بودن از سعودی ها خواهش کردن، ژاندارمری ایران و سعودی ها بنیان گذاشتن، و دانشکده دامپزشکی کوچکی هم سعودی ها درست کردن که ایرانی ها اونجا می رفتن. پس دانشگاه ما، اولین دانشگاه ما دانشگاه تهران نیست. اولین دانشگاه ما که ما پیش از اسلام و پس از اسلام داریم در قرون متعدد، هر دو مدلش رو داریم، عرض کردم گندی شاپور یا جندی شاپور پیش از اسلام، و نظامیه ها که شعبه هم تازه داشتن مثل دانشگاه آزاد اسلامی در دوران سلجوقیان، نظام الملک، خواجه نظام الملک، و ربع رشیدی، رشید الدین فضل الله همدانی در دوره ایلخانان که بیمارستان بود، دانشگاه طب بود، همه چی بود، و در دوره معاصر هم دارالفنون.
نه.